اصلا کلا از این سوال رد شد. کلا من از اولش دعوا کردی؟ دعوا کردی. رفتم تو شکمه. من از این خوشم نمیاد. خب یه ورشکستگی کلا باعث شد که من بیام بلاگرشم. این غذایی که میارن سر میزو شما همه رو میخوری؟ آره. اونایی که میمونه رو چیکار میکنی؟ عاشق شدی؟ راستش بگو چند بار؟ آخه فراد، آخه فراد عاشق شدی؟ نه داداش، جواب سوالو عاشق شدی؟ اونطوری که تو دوست داری آره. اولین اولویت اینه که چجوری مردم باهاش ارتباط برقرار میکنن. ورزشکارا رو دوست دارم، نه پرسپولیسی هم نه استقلالی. بیا کوکی بزن. بچه های پشت صحنه سراشپزم به اسم هلو پیتزا سیف شده. روزی که به شدت پول لازم بودم یه چکی داشتم که میدونستم اگر پاس نشه خیلی اتفاقات بری برام میفته. میگم چی؟ تو تنبلی؟ میگم به خدا من تنبلم. احساس میکنم همیشه دستای خدا رو شونه هامه. اصلا عجیب این شکلی میشه ها. باره ها من این اتفاق رو تو زندگی میدم بازم. نه داشتی فرار میکردی از این جمله؟ نه آخه ایراد منه شاید. نه. اونو اگه من بذارم دقیقا دیگه پکیج آموزشی نمیخنیم. داره مثلا باقالی پلو با گوشت میده 280,000 تومان. آخه باقالی پلو با ماهیچه کجا 200؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ خب آقا یه سه سوال ها و خودت هم نمیدونی چیه. آره خودش نمیدونم. و این ویدیو بعد سال تحویل آپلود میشه. خوشم میاد. بعد سال تحویل این ویدیو آپلود میشه و الان بس مبارک دیگه. آره دیگه الان عید شده دیگه. دوستانی که دارن تازه این ویدیو رو میبینن عیدشون انقدر خوشمزه شده خودم نشستم همه رو دارم میخورم. خیلی خفن بود. آره. بیا کوکی بزن. بچهای پشت صحنه خیلی خوشمزه است. واقعا دلم نمیاد همه رو من بخورم چون گفتم بقیه هم تست کنن. من همین آرت اینو خراب کردم کافی. آقا بریم برای سال اول. سال 1402 چجوری بود؟ 402 خدا رو شکر خیلی خوب بود. خوب بود؟ علاوه بر کاری زندگی؟ زندگی خوب بود. کاری هم این که چون من برند بابا پیتزا رو از 401 زده بودم ولی 402 ارتقای عجیب غریب و خیلی خوب داشتیم از همون اولش از عیدش. شعبه یوسف آباد اصلا یهوی رشد خیلی خوبی کرد و همشو واقعا میگم مدیون تیم بابا پیتزا. همه ی بچه ها از تک تک پرسنلی که اومدن تو مجموعه از همینجا تشکر میکنم. ایشالا که بتونم جبران کنم محبتاتون. حالا یه سوال، حالا چرا بابا پیتزا؟ این اسمه کجا اومد؟ اسمه رو ببین، من 12 سال آژانس تبلیغاتی داشتم و قبلترش مدیر تبلیغات چند تا شرکت بودم. درست. تو صنف ابزار. خب یه ورشکستگی کلا باعث شد که من بیام بلاگرشم. داستان بلاگریمو قطعا توی ویدیوی دیگه براتون. خب برام جذاب شد که بدونم چی بوده داستان. خیلی استفاده میکنن دوستانی که دوست دارن بیام توی این مسیر، قطعا به دردشون میخوره اون ویدیو. پس از همینجا لینکشو بزن. نه این مسابقه که خب حالا میگی اصلا واسه خودم جذاب شد که یه ویدیو راجبش بسازیم. ببین داستان اسم انتخاب کردن واسه من اولین اولویت اینه که چجوری مردم باهاش ارتباط برقرار میکنن. چقدر حفظ کردنش راحته. من انقدر رستوران دیدم که متاسفانه موفق نشدن و قول میدم 80% به خاطر انتخاب اسمشون بوده. یعنی من از نزدیک دیدم. اسم انقدر سخته که خود من که 5 بار اون رستوران رو معرفی کردم وقتی میرم اونجا تلفظش برام سخته. این خیلی بده. آره واقعا یه سری اسماشو خیلی سخته. اسم بشی پیدا نشی. و هدفم راست شو بخواین هدف بچه های کمتر از 16-17 سال بود. آها. سنشون پایین تر بود که با بابا ارتباط بیشتری دارن چون بعدش اون ضعیف 10 سالگی تقریبا بابا یه جورایی مثلا دوست میشه تقریبا. آره دیگه رفیق میشه بابا. آره ولی بابا قبل از اون سن باباه. حالا اینکه راحت حفظ کنی بابا، خب بابا یه کلمه ای بوده که همیشه بوده. درست. آم بوده. پیتزا هم که همیشه بوده آم بوده. این ترکیب بود که خب از اولش بهش فکر کردم. راستش بخوای اولین
اسمی که به ذهنم رسیده بود هلو پیتزا بود. هلو پیتزا. آره و جالبیش اینه که دو سه ساله که اسم الان وسطه این صحنه رو من هیچ کس نمیدونه اینا. این هلو پیتزا شماره‌اش رو فقط فیلتر کن، شماره اجازه رو که آره سراشپزم به اسم هلو پیتزا سیو شده، یعنی هنوز اسمش هلو پیتزا سیوه بنده خدا. چون قرار بود که اصلا اسم برند هلو پیتزا باشه، هلو پیتزا. اینم بازی سر آسون بود، راحت بود، ولی از بابت ثبتش و یا اصلا ایرانی بودنش که من پیتزای ایتالیایی نمیدم، پیتزای آمریکایی نمیدم، پیتزای ایرانی دارم میفروشم واقعا. با طبع ایرانی اصلا خوش باشه. اصلا ذائقه ایرانی اینو میپسنده و دوستان، و مطمئنم هستم که خیلی ها دوستش دارن، چون شعبه یوسف آباد رو میدونم که خیلی توریست داشتیم، خیلی دوستان از کشورهای دیگه اومده بودن، قشنگ حسشون میشد درک کرد که چقدر دوست دارن این پیتزا، یعنی از چهره طرف میشه فهمید. آخه یه چیزی هم بگم دیگه، کلا توی ایران پیتزای درست و حسابی که با کیفیت باشه خیلی کمه. نظر لطف شماست که حالا به نظر من خیلی کمه. حالا من خودم غذا خورم، به نظرم پیتزای با کیفیت، متریال با کیفیت توش استفاده کنم خیلی کمه. آقا بریم سراغ این سوال دیگه. اگر مواد اولیه اولویتمون باشه و اتوماتیک اگر مواد اولیه مرغوب استفاده کنین، واقعا میگم یعنی 90% راه رفتی، یعنی فقط ترکیب این طعم‌ها با هم دیگه خودش معجزه میکنه. ما الان یه بادوم خیلی خوب داریم از برند وزین تبلیغش هم داشت که باهاش کوکی درست کردن، انقدر این کوکی خوشمزه است، خیلی هم ساده است، چیز خاصی توش نداره، ولی مواد اولیه وقتی با کیفیت میشه اتوماتیک. من یه سوال بپرسم؟ بفهم سوال. من پیجت، من تو پیجت، خب خیلی پیجت رو نگاه میکنم کلا، چرا اصلا ساندویچ های بمبی و اینا اصلا تو پیجت نمیبینم؟ اصلا کلا از این سوال رد شد، کلا من از اولش، از اول سال تبلیغ نکردی. اولش ببین، من یه ورشکستگی خیلی سنگین داشتم روزی که اومدم تو بلاگری. بله. اون زمان یه عدد خیلی زیادی من بدهکار بودم، ولی از روزی که شروع کردم قول دادم که هیچ وقت غذای بیکیفیت به فالوورام معرفی نکنم، به دوستانی که منو دوست دارم و بهم اعتماد دارن به هیچ وجه از اعتمادشون سوء استفاده نکنم. روزی که به شدت پول لازم بودم، یه چکی داشتم که میدونستم اگر پاس نشه خیلی اتفاقات بدی برام میفته، و همون هفتهش من دو تا کنسلی داشتم، یعنی من نرفتم سر پستایی که دوستانی که مثلا سفارش کار داده بودن، مبلغ رو واریز کرده بودن، و من بعدش که خب چون با مدیر برنامه‌ام تازه آشنا شده بودم، اون نمیدونست که روال کاری من با بقیه بچه ها قرار متفاوت باشه. تا اون روز خب اصلا بمب یه چیزی بود که خب بچه ها بمبه، یه چیز باحاله، باید بریم. آره تازه هم اومده بود تو ایران. ولی من آره، ولی من قشنگ رفته بودم چجوری بگم، داستانو شکافته بودم، خواستم ببینم این بمبه، خب اسمش قشنگه، حالا بمبه فلان اینطوریه، ولی چرا باید مواد به شدت بی کیفیت با اون حجم پنیر رو قیمت های عجیب غریبی هم دارن، قیمتش خیلی عجیب غریبه. من توی اون شاخه وارد نشم، حتی رستوران بوده که رفتم، یعنی غذا رو آوردن سر میز، یعنی من گزارش آشپزخونه رو گرفتم، کار تموم شده، نشستیم سر میز، من یه تیکه مرغ آوردم بالا، یه بوی بدی میداد، گفتم که این مرغ بوی بدی میده، مثلا سر آشپزتون رو میگین بیان، اومد گفت نه بوی بد نمیده، این همینه. گفتم خب اگه همینه بده ها، این خوب نیست، مدیرتون رو بگو بیاد، مدیرشون رو خوبه. بعد که اومد گفتم آقا این درست میشه یا همینه؟ گفت نه همینه. گفتم اگه همینه که خب من تا اینجا ویدیومو پاک میکنم، اون مبلغی هم که برای من واریز کردین من برمیگردونم. خیلی هم بد با هم برخورد کردن اوایل کارم، اما گفت تو اصلا کی هستی که بخوای واسه من تعیین کنی که من غذام با کیفیت یا بی کیفیت؟ اینقدر یعنی انتقاد پذیر نبود. آره غذای خوب نبود، یه سری ها واقعا آره اصلا انتقاد پذیر نیست. خب من میگفتم خب درستش میکنی چه جوری، مثلا میرم بعدم میام که درستش کردی، مثلا دوباره برات ویدیو میگیرم فلان، ولی وقتی گفت همینه، خب قرار یه ببخشید غذای بی کیفیت برکت خداست، نمیتونم اسم بعدی رو شدم، ولی واقعا وقتی داری آشغال تحویل مردم میدی، نمیتونی دان انتظار داشته باشی که مثلا اونی که واقعا صادقانه میخواد این کار رو انجام بدم با این قضیه راحت مثلا کنار بیاد. نه من اون آدم من نیستم.
بریم سراغ سوالای بعدی، چون سوالام خیلی زیاده، یعنی مرتبهشون زیاده. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دنبال کردی، لایک و سابیاتون نره. بریم برای ادامه مصاحبهمون با آقا فراد. اولین تبلیغی که گرفتی چقدر پول گرفتی؟ اولین تبلیغ 600 تومان. 600 هزار تومان ساله؟ 6 سال پیش میشد دیگه، 6 سال پیش میشه. تو کرونا شروع کردی درسته؟ قبل کرونا. قبل کرونا شروع همون کردی؟ همون سالی که آره. همون سالی که خورد به کرونا دیگه. بعدش خورد به کرونا آره. یک سال بود من کار میگم، یک سال خورد. یک سال بود. قبل ترش خب پیج آشپزی رو زده بودم 10 کا نه. آه با پیج آشپزی اصلا شروع کردی. بعد پیج بود دیگه آره. 7 8 کا فالوور داشت. و داستان پیدایش پیج رو بذار واسه اون. آره یه ویدیو دیگه میذارم چون خیلی جذاب. بریم سراغ سوالای دیگه، یکم چالشی ترش کنیم. میونت با الان هم مصدومی، یعنی زانوت هم مصدوم، میونت با ورزش اینا چیه؟ چلا دیدم یه جوری راه میرفتی. آره فوتبال بودی. دیشب فوتبال بودی داره. میونت اینجا داریم. میونت با ورزش چجوریه؟ ورزشکارا رو دوست دارم. فقط دوست داری ورزش کنی؟ فوتبال و اینا اصلا نگاه نمی‌کنی؟ نه فوتبال اصلا. تیم ملی باشه چی بشه، اصلا اسم بازیکن‌ها هم بلد نیستم واقعا. واقعا میگی؟ نه پرسپولیسی هم نه استقلالی و نه هیچی، هیچ فوتبالی نیستم. ولی نمیدونم حالا این هم یه جورشه دیگه، شاید خیلی برام مهم نبوده. آره دقیقا ممکنه همینجوری هم باشه. افتخارهای ملی برام جذابه، هر چی باشه، هر ورزشی اصلا. چه ورزشی خود دوست داری حالا برای جذابیت بیشتر؟ فوتبال، ماهیگیری. ماهیگیری واسه شای بابا. دقیقا میگم بابا پیتزایی. رفتارات هم شبیه پیرمرد. آقا حالا یه سوال بیسیک بذار بپرسم ازت، اصلا ایرانی خوری یا فست فود خوری؟ ایرانی فقط. چه غذای ایرانی؟ همه غذا. یه غذا رو دوست داری؟ شاید عدس پلو. عدس پلو آره. عدس پلو. چرا حالا عدس پلو مثلا این همه غذا؟ ببین عدس پلویی که توش کشمش، زرشک، خلال بادوم و پسته، خرما و دارچین فراوون، پر عدس، یه نمور شفته. یه نمور شفته. با پیاز داغ و گوشت و اینا دیگه که باید باشه. دیگه. بریم بخشی رو ببینیم. 15 ثانیه بچه‌ها ببینن، دوباره برمیگردیم ادامه. عدس پلوه؟ مصاحبه. میشه گرسنمو نکنی؟ وای، چی درست کردی؟ چکریم. نوکرت. ممنون که تا اینجا ویدیو رو همراهی کردی، لایک و سابسکرایبتون نره. ادامه این مصاحبه فردا 3 فروردین.